بر اساس خبرهای رسیده و گزارش‌های موجود، دو برادر به نام‌های محمد و عبدالله فتی به اتهام محاربه با خدا و سرقت مسلحانه پس از آخرین ملاقات با مادرشان بامداد امروز سه‌شنبه در اصفهان به دار آویخته شدند. پدر و مادر این دو جوان اعدام شده در گفتگوی با پیام یزدیان در مورد نحوه اجرای حکم اعدام فرزندانشان توضیحاتی دادند. دیروز از زندان دستگیر اصفهان بند الفتا به من زنگ زدن، گفت خانم شما ساعت 4 بیاید ملاقات بچه‌تون انجام بدید، بچه‌هاتون رو فردا میخوان حکم رو اجرا کنن. گفتم باشه. بعد دوباره 2 ساعت بعد زنگ زدن، گفتن نه 4 نیاین، 3 بیاین. گفتم بازم باش. گفتم میخواید اعدامشون کنید؟ گفت نه، 24 ساعت عقب افتاده، فردا نه پس فردا بچه های شما اعدام میشن. گفتم خب باشه. سر ساعت 6 در رو برای من باز کردن، گفتم برید پیش بچه‌تون. پیش بچه‌م که رفتم، اول یکیشون رو آوردن دست و پای بسته، کلی هم سرباز و همه ریخته بودن اونجا، مدیر زندان، مسئول زندان، همه کسایی که از خود همه، حتی اون شکنجهگر آقای رحیمی هم حتی اونجا بود. دادستان حبیبی اونجا نبود که پسر من هی داد میزد این دادستان حبیبی کوش من باش کار دارم. بعد وقتی که زمانی که پسرم من خواستم برم نزدیکش، به یکی از اون آقایون گفت میشه دستای منو باز کنی که من مادرمو بغل کنم؟ اینجا رو شما تو رو خدا خوب توجه کنید. گفت نمیشه، قانون نیست. گفتم جنابی که میخوای بچه منو الان اعدام کنی، حکم بچه‌مو به من نشون بده. گفت خانم هنوز حکم نیومده. گفتم چجوری حکم نیومده؟ شما همه کاراتونو کردین برای اعدام. گفت باید قاضی بیاد حکم رو بیاره. گفتم قاضی که حکم رو میاره، کی این حکم رو رعایت میکنه؟ گفت لابد به خود بچه‌تون نشون میدن. ظرف دو دقیقه من نفهمیدم اینا چطور تو این فاصله اینا رو بردن و کشیدن بالا و هیچ کس این رو رویت نکرد به جز یکی از وکلای پرونده که وکلای یکی دیگه از همجرمای اینا بود که اونم گفته بود من مخفیانه این رو دیدم. هیچ کس حکمی رو رویت نکرد. آقای فتی بفرمایید، فرزندانتون عبدالله و محمد به چه جرمی اعدام شدند؟ این بچه ها به اتهام محاربه، شما با مادرشون صحبت کردین، اینا رو گرفتن و بعد تو دادگاه 2 ساعته که خدمتتون عرض شد، اینا 7 نفر بودن به محاربه محکوم شدن. آقای فتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادعا میکنه که فرزندان شما در سرقت مسلحانه در استان مازندران شرکت کردن. اگر توی مازندران بگن که کجا اینا سرقت کردن، اون سرقت رو مشخص کنن تو استان مازندران که اینا انجام دادن. اگر اونجا انجام دادن، منم میام اونجا میگم منم اعدام بکنید. همه کارشناسان قضایی از جمله بقیه قاضی هایی هم که در اصفهان بودن گفت این حکم یه حکم مسخره است که به اینا داده شده. بعد که به دیوان عالی رفت، در دیوان عالی به شعبه 14 رفت زیر دست آقای نیازی، گفتن که این حکم شکسته میشه، این حکم اصلا قانونی نیست، ولی اینا رو گفتن شما جرمتون محاربه است، علیه نظام کار کردین، میخواستین نظام رو ساقط کنین. آقای فتی، به باور حقوقدانان تعریف محاربه صرفا معنای سیاسی نداره و محاربه یعنی شخص یا اشخاصی که مسلحانه علیه نظم اجتماعی اساس زندگی مردم مسلمان رو خدشه دار بکنن و یا اینکه نظم اون رو به هم بزنن. قبول، اگر بچهای من سارق مسلح بودن چرا تو زندان سیاسی بودن؟ اگر سارق مسلح بودن، سارق مسلحی که کسی رو نکشته، آسیبی به کسی نرسونده، حکمش طبق گفته خودشون که روز دوشنبه در تلویزیون کانال 5 استانی اصفهان صحبت شده، حد اکثر 15 سال زندانه. این 7 تاشون هم جرم داشتن، چجور اون 5 تا تبرئه شدن؟